اوکی مرسی، بفرمایید. تشکر. سلام به همگی، سلام به آقای آرمین. ببینید، من با شما موافقم که میگی که اعتصابات کار میکنند، ولی چطور همه صنایع با هم دیگه در کنار هم اعتصاب کنه در نهایت ممکنه فشار اقتصادی کار نکنه؟ بله، ولی نمیتونیم بگیم که این اعتصابات سراسری یا اهرم فشاری روی این اتفاق جنبشی که داره اتفاق میفته، روی انقلابی که داره اتفاق میفته. من متوجهم که تسخیر صدا سیما خیلی حرکت خوبیه، خیلی حرکت خفنی که قشنگ بشه این نظام رو ناک‌اوت کرد. ولی مسئله اینه که تسخیر صدا سیما یه مقداری نسبت به بقیه چیزها سخت‌تره. منظورم سکیوریتی انگاری روش بیشتره. چیزی که ما میتونیم استبسته پیش بریم، اول اعتصابات، حالا در حد میزان و مقیاسیش که مردم از این که همه با هم هستن در هر قشری در هر سطحی، بعد از اون اگه ببینن هماهنگ‌تر میشن قطعا به تسخیر صدا سیما فکر میکنن. منم واقعا با شما موافقم، یعنی اگر صدا سیما بیفته پایین واقعا بخش بزرگی از این حکومت از بین رفته. بازم خیلی ممنون که به من وقت دادین. ممنون سپید جان. آره من نمیگم، من کسی نگفتم که این کار انجام بشه. من میگم هر موقع اصلا پیشنهاد نمیکنم. من میگم اگه مرحله های جدیدی میخواین معرفی بکنید، به اینکه مثلا اعتصابات هم فکر کنید موفق شد، خب فشار زیادی هم به جمهوری اسلامی آورد، خب مرحله بعدی به نظر شما چه اتفاقاتی قراره بیفته؟ ولی یه چیز دیگه، حالا اگه قرار هم هست در آینده این اتفاق بیفته، خب من میدونم مثلا این رهبران اپوزیسیون و اینا، آیا تا حالا کسی اومده مثلا استراتژی یه همچین کاری رو بررسی بکنه؟ یعنی مثلا کسایی ما داریم، مثلا این 40 سال کسایی داشتیم که مثلا بیاد مثلا یه دفترچه های طراحی بکنه برای بچه‌هایی که تو ایران هستن که مثلا استراتژی اینه، چجوری مثلا اینجوری میتونی حمله بکنی، اینجوری میتونی از خود دفاع بکنی، خیابونا رو اینجوری باید نقشه کشی بکنی، مثلا اگه صدا و سیما رو کسی یه روز بخواد تسخیر بکنه خیاباناش اینه، این پارکش اینجاست، یه همچین دیواری اینجا وجود داره که میتونین دیواره رو اینجوری از توش برین داخل و اینا. اصلا همچین برنامه‌ریزیایی شده تا حالا کسی خبر داده؟ این 40 سال کسی این چیزا رو برنامه‌ریزی، اگرم حالا فرض کنین که نشه، ولی خب فرض ممکنه بشه ممکنه نشه، برای روزی که قراره همچین کارایی بشه، الان 40 ساله که گذشته، کسی اینا رو برنامه‌ریزی کرده؟ کسی اینا رو نقشه کشیده؟ بالاخره یک کسایی از تجربه‌های نظامی دارن، خیلی‌ها کسا ندارن. آیا مثلا آموزش دادن کسای گروه‌های تو ایران برای همچین روزهایی؟ این چه سه بار آرمین گفت. سه بار گفت بذار جواب بده. مفاهیم اجتماعی، پدیده‌های اجتماعی بخش خیلی کمیش پریدیکتبله، یه بخش خیلی ناچیزش که شما میتونی مدونش کنی، استراتژیکش کنی، براش طرح و نقشه داشته باشی. پدیده های اجتماعی خیلی خودجوشن، خیلی غیر قابل پیشبینی هن. به همین خاطری که شما مثلا بهار عربی رو با آتش خودسوزی یک دستفروش میبینی، شاید انقلاب کیسوان ایران رو با مرگ یک دختر میبینی، جنگ جهانی دوم رو با ترور پسر شاهزاده فلان کشور okay. اتفاق میفته. این که چی ببین، نه یه لحظه این که چی شروعش میکنه غیر قابل پیش بینیه، خب ولی این که شما چه تجربه و چه دانشی رو لازم دارید و چه استعدادهایی رو لازم دارید که موقعی که روزی خواهد رسید که شما مثلا حملهاتی رو قرار انجام بدین یا دفاعی رو از خودتون باید بکنین، اینکه چی لازم دارین، اینش غیر قابل پیش بینی نیست. این تاکتیک هایی که کار میکنه و تاکتیک هایی که کار نمیکنه، اونش که قابل پیش بینیه. درسته. به خاطر ببین، تا حالا شده، بذار مثال بزنم، تا حالا شده مثلا واسه اتفاق بیفته که یه کورس درسی رو، یه واحد درسی رو بهت رایگان ارائه بدن، نگیریش، بعدن بری به خاطرش پول پرداخت کنی و اون کورس درسی رو یاد بری سر کلاسش بشینی؟ تا حالا اتفاق وسط افتاده؟ من چون کسخل نیستم نه، ولی برای بقیه دیدم خیلی اتفاق افتاده. واسه خود من خیلی یه کورس رو رایگان ارائه داده دانشگاه، نرفتم بگیرمش. اون موقع من ضرورت و اهمیتش رو نمیفهمیدم، درک نمیکردم. دموکراسی، آزادی خواهی و خیلی مباحث دیگر، اینها انگار که باید ضرورتش برسه، باید اون باشه. فرد درد کنه.
بله بله، شما میتونستین همه اینا رو آماده کنید، این اپوزیسیونی که داره، خب اینا رو همه رو مقاله کنید، ویدیو کنید، دفترچه کنید، خب و مردم میگن من اینا رو اینجا دارم، و مردم میان میگن که اهمیت ندن، نگیرن شما رو، خب. ولی آمادهش داری؟ چون شما خودتون گفتین غیر قابل پیش بینیه. همین فردا ممکنه این اتفاق بیفته. فردا ممکنه مردم بیان یک اخبار اعلام بکنه که خامنه ای مرده، و اینکه اعلام کردن خامنه ای مرده، مردم بهش جوری برسن تو خیابون که الان به این همچین دفترچه هایی، به همچین تاکتیک هایی، به همچین روش های سیستم های امنیتی، چه میدونم آموزش های امنیتی را، آموزش های حمله، آموزش های مثلا چه کار کنیم، گلوله تیر خوردیم چجوری چه کار کنیم، گاز اشک و اینا رو احتیاج داشته باشه. خب برای همین شما لازم نیست پیش بینی بکنی. ببین من اگه برم که تکواندو یاد بگیرم، خب نمیدونم پیش بینی بکنم که چجوری مثلا کی به دردم میخوره. خب من اگه مثلا یک کسی مثلا حمله کرد تو خیابون، نتونستم از خودم دفاع کنم، بعد یکی پرسی که چرا مثلا یاد نگرفتی چجوری خودت دفاع کنی، نمیام بگم من نمیدونستم قرار فردی هم چه اتفاقی بیفته. تکواندو یاد میگیرم برای خیلی از ممکنه یاد برم یاد بگیرم برای خیلی اتفاقای غیر قابل پیش بینی. من میگم این 40 سال بالاخره ما میدونیم هر اتفاق غیر قابل پیش بینی هم بیفته، اگه یک روزی قرار جمهوری اسلامی سقوط بکنه، مردم دسترسی داشته باشن به یه همچین تاکتیکایی و یه همچین اطلاعاتی، حتی اگه امروز براش خریدار نباشن، شما لازم نیست اون روز که این اتفاق میفته الان 2-3 ماه آماده سر اینا رو وقت بذارین که اینا رو مثلا خیلی قشنگ آموزشی ویدیوها با گرافیک قشنگ و اینا آماده کنین. این طول میکشه. الان 40 سال وقت داشتین یه چیزی درست بکنید که برای اون روز خاص اینا همیشه آماده، مردم آماده باشن. الان انگلیسی اینا هست، یکی کسی اینا رو ترجمه به فارسی نکرده. البته یک سری بچه‌ها برای ما دارن گفتن دارن برای ما ترجمه میکنن این چیزا رو. من توضیح بدم. بفرمایید. این نکاتی که شما میفرمایید کاملا درست و دقیقه و خوشبختانه این کار شده. مثلا فکر کنه فرضاً یه مثال بخوام بزنم، مثلا حزب ایران آباد کلیپ های بسیار متعددی در این که در کدوم مراحل رزمندگان کف خیابون چه بکنن دارن. سازمان های سیاسی هم برای واحد های سازمان های سیاسی که این نوع کارها رو در برنامه دارن، برای واحد هایی که در ایران دارن، تمام این مراحل پیشبینی شده و چگونگی عملیات پیشبینی شده و این هستش. و البته آنچه شما میفرمایید درسته، مثلا بعضی جریانات هنوز اینا رو در دستور کار خودشون قرار ندادن و اون واحدهایی که وجود دارن تنها برای واحدهای خودشون نیست، در این حال در هر مرحله در میان مردم هستن، هدایت رو سعی میکنن برای اینکه هر مکتب به نتیجه برسه. اون واحدها سعی میکنن که اونها رو به اون افراد اکتیوی که در عمل در کف خیابون شناسایی میکنن، تلاش میکنن که به نوعی به اونها هم برسونن. اینا مسئله، چون مسئله امنیتی هستش، خب یه مقداری باید فوق‌العاده با احتیاط عمل بشه. ولی سخنتون کاملا نظر مبنایی کاملا درسته که مرحله بعد چگونه باید بشه رو هستند. حالا آیا این واحد ها به اندازه نیاز وجود داره یا نداره، من اطلاع ندارم، ولی بودنش رو 100% میدونم که هستش، که سازمان های سیاسی که گفتم کارشون اینه یا احزابی که کارشون اینه اینا رو در برنامه دارن و وقتی هم که وارد عملیات میشن بر اساس دانستنی های قبلی خودشون وارد عمل میشن و انجام میدن. یعنی اینا قابل دسترس نیست الان، منظورتون اینه؟ یعنی اینا رو دارن ولی روزی که دسترس عمدتاً به واحدهای خودشون آموزش میدن که اونها به اصطلاح در کف خیابون بتونن به دیگران هم منتقل کنن در شرایط لازمش. واحدهاشون دارن، بلدن، میدونن. پس ما نمیتونیم بگیریم اینا رو؟ من دنبال نکردم چون من خارج از ایران هستم، سنم هم نمیخوره که این مطالب رو بخوام یاد بگیرم، ولی فقط از نظر اطلاع شما میگم که وجود داره. اوکی. ولی میزانش رو نمیدونم. مثلا فرض بفرمایید آیا مثلا اگر 10,000 واحد دارن با اون تعداد محدود ممبر بودن هر
گروه کوچک آیا مثلا برای این مرحله یا مراحل بعدی به اندازه کافی هست یا نیست و اون رو نمیدونم، ولی تا اون حد میدونم که اینها هست و آموزش های لازم داده شده و داره کارم میشه. به خاطر همین است که شما میبینید که یک نوع هماهنگی نسبی یه موقع بین این تظاهرات که در نقاط مختلف وجود داره در هدایتش چگونگیش نوع آرها اینا میبینید که هر بار یه مقدار فرق میکنه. اگر دقت کرده باشید تمام مأمورین یعنی مسئولین رژیم جنایتکار گفت مثلا این بار ما دیدیم که خشونت، یعنی منظور اون خشونت واقعیت اینه پاسخ به نیروهای رژیمی که وقتی که شروع میکنه یه سری واحدها هم هستن بلا فاصله تقابل با اونها رو شروع میکنن، ولی در یه سطح آرام کم همینقدر که جمعیت بیشتر میشه این میره بالا و اون نبردهایی که شما میدیدین تن به تن داره صورت میگیره بخش شاید از اونها از همون نیروهایی باشه که آموزش های کافی رو دیدن و اونا گفتن روز نخست این بوده. دلیل اینه که مرسی. اجازه بدید بچه‌ها رو به ترتیب گوش بدیم چون بچه‌ها بقیه هم منتظرن. به نوبت شما میرسه. مرسی از اینکه گفتید اینا، ما میریم دنبال گیریم کنیم که ببینیم اینا به من رو به من اضافه کنیم. به شما که رسیدیم بیشتر بررسی می‌کنیم.